آقای قرشی، در ابتدا برای ما در مورد رابطه افزایش قیمت‌ها و ثبات سیاسی برای بینندگان ما بگین. با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. خب این رابطه طبیعتاً برقرار علل اصول که وقتی فشار اقتصادی بالا میره عکس العمل‌های سیاسی به وجود میاد. در این مورد مشخص رابطه مضاعفه، برای اینکه اصلا خود این بحران به خاطر مسائل سیاسی شروع شد، مشخصا جنگ حماس و اسرائیل در غزه و حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ که در هر دو مورد هم اشاره شد که ایران اینا رو حمایت میکنه، که ایران حمایت میکنه در این تردید نیست، منتها میزان کنترلش رو اینا چقدره اون مهم نیست. مهم اینه که همه رژیم ایران رژیم منفوریه بین مردم خودش، بین مردم منطقه، بین مردم امریکا، اینه که همه اینا اشاره به نقش ایران میکنه و این فشار رو بالا برده. همونطوری که تو خبراتون هم اومد، ارز برای اولین بار از 60,000 تومان گذشت، دلار با همه قیمت ها بالا رفته و این طبیعتاً اون رابطه رو که به درستی اشاره میکنین تشدیدش میکنه. آقای قرشی، جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات گذشته معمولاً تلاش میکرد برای چند روز هم که شده یه ذره قیمت ها رو بیاره پایین تر تا مردم تشویق بشن. این بار برعکس شده، هر روز قیمت ها داره میره بالاتر. در این مورد ناتوان از کنترل قیمت هاست یا به عمد داره در این باره عمل میکنه؟ نه خیر، ناتوانه، همچین هنری نداره که بعد ناتوانه، برای اینکه دولت، نه حاکمیت، دولت آقای رئیسی اینا واقعا هیچ چیزی دستشون نیست، یعنی تمام اهرم‌های اقتصادی دست اون دولت پنهان، اون مافیای نمیدونم سپاه پاسداران و بیت رهبری و ایناست و دولت پول نه به اندازه کافی هم پول چاپ کرده، دیگه جایی نداره. مضاف بر همه اینا دیگه وعده هاش هم کسی نه مردم قبول میکنن و دولت میدونه که مردم قبول نمیکنن، یعنی دیگه از این حرفا گذشته دیگه، مردم میان، ولی به این خاطر نه، نمیتونه واقعا کاری بکنه و متاسفانه فشارها بدتر میشه. نمونه گوشت رو مطرح کردن، همه چیز دیگر قیمت های داره بالا میره. خب فشار اقتصادی در ایران بسیار زیاده، همونطور که شما بهش اشاره کردی. آیا آستانه تحمل مردم افزایش پیدا کرده یا باید منتظر یک اعتراض گسترده تر بود در این زمینه؟ آسانی تحمل بالا نرفته، یعنی مردم واقعا، و میبینیم هست، میبینیم کارگران شرکت های مختلف، شرکت نفت، پتروشیمی اینا اعتصاب میکنن، میبینیم بازنشستگان میان به خیابون، این اعتراضات داره میشه. منتها دقت کنید که افزایش این اعتراضات به معنی فروپاشی نیست، نه از نظر اقتصادی، حالا متاسفانه خوشبختانه وضع به اون بدی نیست برای اینکه فروپاشی بشه، و از نظر سیاسی هم طبیعتاً مردم اعتراض دارن، مشکل دارن، میان اعتراض میکنن، ولی اینجوری نیست که جونش رو، طرف میخواد وضع زندگیش بهتر بشه، نه میخواد بیاد خودش قربانی این مسئله بکنه. اینه که چرا تو خیابون میان ولی نه به اون اندازه، و بیشتر هم خواهد شدیم، ولی به اون صورتی نخواهد بود که ما بلافاصله فروپاشی داشته باشیم. شما فهمیدین که فروپاشی اقتصادی در واقع ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی نیستش. آستانه این فروپاشی اقتصادی چگونه است؟ در چه وضعیتی میشه گفت که فروپاشی اقتصادی اتفاق افتاده؟ که امور اقتصاد مختل شه. مثلا ما میدونیم که اینا قیمت بنزین رو دارن بالا میبرن و سهمیه رو کم کن، ولی اینجوری نیست که اگر کسی بنزین بخواد نباشه، کامیون نتونه حرکت کنه، ارتباطات نباشه. فروپاشی اقتصادی وقتی اینه که حمل و نقل صورت نمیگیره، کالا به دست مشتری نمیرسه، فعالیت اقتصادی متوقف میشه. ما اونجا نیستیم خوشبختانه به نظر من، برای اینکه ضرر اون خیلی بیشتر از چیزای دیگه است، ولی فشار زیاده. بله فشار زیاد. تصور میکنید جمهوری اسلامی بتونه بعد از هر با این کارهایی هم که در منطقه داره انجام میده و این آشوبهایی که به پا شده، تصور میکنید بتونه از این گذرگاه اقتصادی عبور کنه جمهوری اسلامی؟ امیدوارم که نه، ولی مطمئن نیستم، برای اینکه خب ایران پتانسیل زیاد داره، نه به خاطر این بلکه علارغم موقعیت سقوجشیش، این که بین آسیای جنوب شرقی و اروپا، حالا پریروز باز خبر شد که هند باز برگشته سراغ اون طرح جاسک، نمیدونم امکانات سرمایه گذاری دیگه، امکانات تولیدیش، اینه که توانش ایران اگر مزاحمت جمهوری اسلامی نبود یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا بود از نظر توانش. اینه که نه، اینکه بتونن دوام بیارن، بله امکانش هست.